سلام علیکم، خسته نباشی. بعدش هم این که مادر زن تو خودش قبض دستش بود، تو قبضم نوشته شده بود دو تا فرش ماشینی واسه تعمیر و شستشو، احتیاج به گفتن چیزی نبود. خانم من صبح فهمیدم قبض دستم نیست، احتمالاً از جیبم افتاده. دیدی نوید جان، دیدی از قدیم گفتن مال تو صفر بچسب، همسایه تو دزد نکن. خودت بعد حواست جمع بودی که نبود عزیز من. هنوز نیومده ها، همه چی رو ریخته به هم. وای به حالم که برسه که بیاد. آقا بگو اشتباه از ما بوده، بگو دو تیکه قالی ابریشم دستباف عتیقه آورده اینجا ما بشونیم که رنگش ثابت بمونه. برام مسئولیت داره بابا جان، بذار خر این بچه. با من بودی آقا فیروز؟ با زنم بودم. حقیقتا من الان خونه مادر زنم هستم. آقا فیروز اومد، آقا فیروز اومد. کی؟ مادر زنمو میگم، اگه ببینه گوشی رو میزنه میشکنه. آقا فیروز. نوید جان تو اصلا نگران نباش، من نمیذارم زندگی دست هم بپاشه، تو فقط آدرس رو به من بده. آقا فیروز داری یادداشت میکنی؟ انتهای خیابون دار آباد کوچه لطیفی داری مینویسی آقا. رد شد. کجا داری میری بابا؟ گوشیش خاموش، حتما سر کلاسه. من به کلاس اون چی کار دارم؟ زندگی دو تا جوون داره از هم میپاشه. میرم از سر کلاس یقش میگیرم میکشمش بیرون. آقا کی تموم میشه؟ مکشش ضعیفه چون راهش دوره، یه دو تا ساعت طول میکشه. مشغول باش تو، من بیام. باشه حالا من هستم، برو به سلامت، خداحافظ. آقا سلام، خسته نباشید. بفرما جناب. با خانم عالیه سوزن چی آن کار داشتید؟ یک کارت شناسایی به من بفرما. چشم، بفرما.
سلام علیکم. سلام. ببخشید شما دانشجویی به اسم آلیه سوزنچیان میشناسین؟ همون که جانورشناسی میخونم. آفرین، یه ذره کوچولو ریزه میزنه. کجا میتونم ببینمش؟ الان میدونین شما کجاست؟ من آخرین بار اونجا دیدمش. اونجا؟ بله اونجا. دست شما درد نکنه. ببخشید من بلد نیستم اینجا رو، میشه یکی بره صداش بکنه؟ من ممنون میشم. بسیار خوب، ازم یه دست این رو نگردم، من برمیگردم. من فیروز مشتاق هستم. باش. به به، چه عجب، شما گوشید جواب دادی؟ عاد امروز که 2000 تا کار سر من ریخته، تو آن پاسش را دیدم، معلوم نیستم تو کدوم گوری هستی. خونه نصرت. تو که میدونستی من امروز 1000 تا کار دارم، اول میومدی پیش من، بعد میرفتی رد کاره. بابا دیشب، سلام عرض ادب، صبح بخیر. دیشب انقدر جیگر خوردیم دیگه فشار من کند رفت بالا، دیگه همون بالا مون. بچه بیاین پایین، بیاین پایین، داریم میریم همون، بیاین پایین داریم. هر غلطی میخوای بکنی زودتر بکن، سری خودتو برسون قالیشویی، دوتا فرشای بهنام گلفشانو بنداز پشت وانه تا من بیام. دیگه شب خونه نصرت خودم رو تحویل دادم دیگه، الان دارم راه میفتم، خواب موندم دارم راه میفتم. بشینیم بچه ها، بشینیم محکم بشینیم. واسه من لغز نخون، هرچی میگم بگو چشم. سلام، چی شده؟ من میرم قالیشویی، سری خودتو میرسون اونجا. کارتو بده. کارت؟ کدوم کار؟ کارت عروسی اون خانم جرباجه کرد، تو هم برداشتیش. سر کلاس تو کیفمه. تیز بودو برو ورده بیار، بودو. خب اگه من برم میتونم بیارم؟ شاید دیگه نمیتونم برگم سر کلاس، چون استاد دیگه جام نمیده. ببین شده حذف بشی، مشروطت کنه، باید بری بیاری. خب آخه فیروز خانم معلوم نیست چقدر پول ترم میدم، ولی چقدر دوباره بر پول ترم میدم یه بار دیگه درس شده. دوتا کلیه هامو بفروشم پول ترم تو رو میدم، بری دوباره بخونی، ولی الان باید بری بیاری. اینقدر مهمه؟ اینقدر مهم نیست، اونقدر مهمه. اگه مهم نبود که من 100 دفعه به زنگ نمیزدم، 200 کیلومتر رکاب نمیزدم پدرم در بیاد. به کی داری زنگ میزنی؟ خب الان من زنگ بزنم میگم بفرست دیگه. بجون 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 زنگ بزن برو، همینجوری که داری زنگ میزنی برو. ببین من دم همین پنجره ها هست به سمت به فضای سبز دانشگاه، چهارمین پنجره. بیا کیفم کیفم بزن. همینجا همینجا بازش کن. نمیشه یه راست میبینه. بخون بخون همینجا همینجا. زود باش دیگه. خوب شد من این کارده خوش آمد نگرش داشتم. آدرسشو میخوام. آدرس میخوام. این که هیچی. این که بالاشه. این آدرسه. اینم بالاشه. هیچی. داراباد. 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 خیابون لطی. لطیفی. فیشی و لطیفی. فیشو بچسمون. فیشو بچسمون. بلوار استاد، استاد قفوری، خیابون حاتمی. این اینه کوچه کوچه امیدواری، ساختمان نیک نژاد. این بقیه داره، این بقیه داره، بقیه بقیهش. بجوم 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 بجوم. ساختمان نیک نژاد این باید بیمه شد. منزله نوروزی. نوروزی من اینا رو میبرم. میخوای چی کار را؟ من الان تمام دغدغم اینه که برم عروسی، مخمصه نشید. تو هم بودو برو سری کلاست قیبت میخوری. هز نشن، خداحافظ. مشکلی چیزی هست من بگو. مشکلی نداره، فاصله زیاده، زور میاد به ماشین، ضعیف میکشه. باشه باشه بمکه. یکی بیاد این چایی ها بگیره. اون چایی ها رو محبت کن فقط. من
من همش به صاحب اینجا میگفتم عزیز من این چه مشکل داره، این چه مشکل داره، اینقدر پشت گوش انداخت تا بفرما مدام پلمبش کردم. بعد رفت یه آدم کارنابلد و ناشی رو برداشت و برای چی؟ به خاطر اینکه بهش پول نده. جایش گفتم آقا این نباید بره این تو. اون بدبختم رفت تو بطن چا که ببینه مشکل. میگم آقا نرو، این مشکل داره، این مشکل ساز. میگه ناخر من دغدغم این چای فاضلاب انقلت هم نیار، من باید حتما. آره آره اینه واسه چی دنبال خواهی را انداختی آوردی اینجا؟ با این پنج شنبه صبح میره کو، من بردم برسونم میشینم این آدم چرفید دیگه، مگه شد کندش؟ الان داریم میریم اول اینو میرسونیم. یه مرد وقتی تو خونه بخواد بیگ چی میگه؟ وقتی یه مرد تو خونه بخواد بیکار بمونه به پر پای زن و بچه میپیچه، اون وقت کدورت توش میاد قربونه. بابا جونتون تشریف میبردین کو؟ آره آقا من از شما میپرسم با این گشت با این پای میشه رفت کو؟ من الان دارم میرم عروسی 1000 تام کار دارم، مثلا نمیفهمم تو با چی دنبال ما راه میافتی میای؟ بیام که یه موقعی مشکلی چیزی براتون پیش اومد حلش کنم. کجا ببریم؟ تو کاریت نباشه بنداز پشت ماشین. این دو چرخه‌رم ببر تو. برو ماشین روشن کن. برو ماشین روشن کن. آقا این کار چقدر طول میکشه؟ این فاصله زیاده و موتور زور میاره، ضعیف میکشه. ببین من دارم میرم بیرون کار دارم، این همینجوری ضعیف به مکه چقدر دیگه باید به مکه؟ یه ساعت دو ساعت چقدر؟ یک و نیم ساعت. خیلی خب کار تموم شد برو، با من که کاریباری نداری. کاریباری نه ولی مالی. چرا مالی؟ چرا؟ چون فاصله زیاده دیگه، زور میاد به موتور. به من زور بیاد اشکال نداره؟ تو اصلا از اولم دغدغت این بود که از من پول اضافه بگیری. ضعیف میمکه، ضعیف میمکه، مغلطه میکنی، لغز میخونی داداش. این پولا شایبه داره، چقدر دیگه باید بده؟ هرچی بیشتر بهتر. تو نباید این عقب نگاه کنی ببینی این اینجاست یا نه؟ من این فرشار چیدم اینجا، این نباید یه جد نباشه. برو سوار شو، کجا داری میگی؟ این اختاپوس کی اومد تو زندگی ما؟ سوار شو مرتشوی رانندگی تو ببرم. تو چی چیگاه میکنی؟ اینم رانندگیه. آه کردی که چشم بابا. درست کمه دو بگیر بابا، رادی فرا برو. من از شما میپرسم، من سر خود تابستم. کمربندو ببین. نمیبندم. میگم کمربند. نمیخوام ببندم. جریمه میشی. به درک. ببند دیگه جریمه شو که تو نمیدی که ما با جریمه بدیم. ببند. کنم میبندم. درست آدم یه جزی سوار ماشین رو شما ساکت بله برو. نه اینجاست آقا، ازت خواهش میکنم شما یه پنج دقیقه دیگه صبر کن. شما که اینقدر محبت دارید جون همون نکنم ولکن نیستن. آره ولش کن، گردش کن بریم، نمیخواد درد سر آقا جون. گردش کن بریم. نه نه باز بعد وقتا گرد کرد اصلا بعد وقتا نباستی چی رو گرد کرده؟ خاموش کن ببینم اینا دغدغه‌شون همون دو تا تیکه فرشه، ببینن حله. مال یه ساعت پیش بود، قربونت برم. من این چیزی که من دارم میبینم همه چی ناحله، منحله. حال شما نیای من خودم میرم. ویروس چیکار داری میکنی؟ ویروس ببین یه لحظه ویروس اینجایی که من میبینم تو عمودی میری افقی برمیگردی. ویروس ویروس الان میری اون تو زد و خورد میشه، اینا ممکنه جیبتو بزنن. اون پول تو جیبتو بده، من واسط نگه دارم که اتفاقی برشون نیفته. آره آره تو جیب منو نزن، کسی جیب منو نمیزنه. اما گفتم بود مراسم چی به هم خورده؟ بی خود کرده هرکی افتاقا بده زنگی آقا میگه مطمئن چی به هم خورده؟
فردا ببرم برو. حالا بعد بدم. بذارم این شب بمونه. دروغ نمیگیم. کی میگه دروغ؟ دروغ گفتم با هم بریم. با هم بریم. آره. من از شما میپرسم من با این گچ پا با این دو تا اصلا چجوری برم تو میدون جنگ؟ ها؟ به خاطر تو ایشون یا به خاطر اون عروس و دوماد برم لگد بزنم به بخت خودم؟ اینقدر که تو به بخت خودت لگد زدی بروسلی به حریفاش نزده. من گفتم آقا جون تنهایی برم حساب تیزبازی و قپی میشه. اما چهره شما یه جوریه که یه حماقت نهفته‌ای توشه، تو عقبه چشم، مثلا عقبه چشم تو حماقت چوله بره. خب با شماها رو ببینن گمراه میشن، میفهمن این کارو نیستین. آره آره. آقا اونو دست نزن، اونو بزن، اونو بزن، اونجا باشی یه لحظه. اسمانو بگیر. آخش اونجا داریم این کار میکنه؟ بله آقا. بده من بگیر. چی کار داریم پیروز؟ آقا زشته. بزن میدونی چی کار داریم؟ بگه نکن. آقایون سلام. نکن زشته. یک دو یک دو. آقایون سلام. خانم خانمای محترم سلام عرض میکنم. آقا ما اومدیم اینجا بگیم اشتباه کردیم، انقلتم نمیاد. با اینکه برای عقبه قالیشویی مشتاق خوب نیست، ولی برای اینکه شایبه پیش نیاد و به عقوبت بدی دوچار نشیم، ما اومدیم اینجا اعتراف کنیم که آقا اشتباه کردیم و اشتباه ما شما رو گذاشته تو آمپاس. اونم نه آمپاس، آمپاس. به خاطر همین نزدیک بود یکی از شیرین ترین روزهای زندگیتون با یک سوء تفاهم کوچیک به تلخ ترین روز مبدل بشه. آقای نوید غلامی کجان؟ آقا نمیبینم اینجا وایسادم. آقای نوید غلامی دو تا فرش دستباف ابریشمی داده به قالیشویی ما بشوریم تا رنگش مثل قلیان محبتش ثابت بمونه. آره بجون عمت، تو گفتی منم باور کردم. پس این قبضش چه نمیشه دو تا فرش ماشینی ها؟ به خاطر اینکه حضوری آوردن. چه ربطی داره؟ ربطی چه بود تو؟ عرض کنم که ربطش اینه که چون با ماشین آوردن قرضش نمیشه فرش ماشینی. آره در واقع با ماشین کندیم آوردیم. بله بله بیا توجیه شد. تو اینو بدون اگه اینا رو جمع کردی که ما رو خام کنی آ کور خوندی، فهمیدی؟ آی اهالی همه تون بدونین من تابوت این دختر رو دوش شما نمیذارم. برید به کارتون. شما هم سه نفر سیرک رو تعطیل کنیم بریم ببینم. ببینید مادر من، مادر من، خواهرم، من این همه را الک و الک نکوبیدم بیام اینجا که شما به من همکارم توهین کنین، که هرچند اگه توهینم بکنین با این ملغمه و آمپاسی که اینجا هست خب حق داریم. من اومدم بگم آقا جان من قالیشویی رو با کلی کار با ماشینی که داره فاضلاب میشه ضعیف میمکه ول کردم، اومدم اینجا که بگم آقا ما اشتباه کردیم. خب برو همون چای فاضلاب تو بکن. خانوما آقایون من که نمیتونم دو تا فرش دستباف ابریشمی گرون قیمتو دم دست ول کنیم بره. آقا من میتونیم اینو دم دست ول کنیم بره؟ نمیتونی؟ من از شما میپرسم. مدرکش هم موجوده مادر خواهرم. اینو بگی. در حال همونطور که همکار عزیزم گفتن مدارکش موجوده و بله بله میگه اصلا بله بله در خدمت شما و به به چه فرشی چه فرشی یواش یواش فرش مهمه گرونه مواظبش باشید. آها آه به 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 Thank you.
من واقعا نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر بکنم. برو به کارت برس، الانم کلی مهمون داری. دفعه بعد که اومدم پیچه دو تا کباب میخورم، اون به این در. بروی چشمم آقا نصرت، از شما هم کمال تشکر دارم که اون شب فرش منو قبول کردید. من نمک پرورده شما. نه خواهش میکنم، اختیار دارید. برای شما رفیق آقا پیروزید، اینه که ما سعی کردیم کار شما رو بندازیم. بعدش هم که دفعه بعد که آقا پیروز میخواد بیاد بازار، منم باش میام که بندم دو فرس بزنم به بدن. دو فرس؟ من اگه عمری هم به شما نارشم موتوری کباب بدم، باز حسابم با شما صاف نمیشه. حالا شما نگران نباش، من یه باری که میام طوری میکنیم که صاف صاف بشید. یعنی قدمتون روی چشم آقا فیروز. تبریک میگم بازم. بسی شما بازم درد نکنه، خیلی مهم بد کردیم. اوه 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 مادر زنه داره میاد، به جای تشکر یه ذره قیف و قوپی بیا لغز بخون که مثلا شوکی و لغز بخونم. من غلط بخونم لغز بخونم میشه؟ توقعی شما دارین که نمیشه. آقای قلومی من که ابراز پشیمونی کردم، گفتم اشتباه کردیم. آقا چی اشتباه شده؟ شما روز عروسی من خراب کردین آقا، این که نمیشه که. من از همه تون شکایت میکنم آقا، مخصوصا از شما شکایت میکنم. داماد من هرچی برنامه داشتم همه رو کنسل کردین. این که نمیشه مادر من. این دیگه چه فیلسه شد؟ همه تون باید بیان کلانتری. بفرم آقا، بفرم برو. بریم ببینم، بریم آقا. من دست تک تک شما شکایت میکنم آقا فیروز. چه روز من آوردی آقا؟ شیطونه میگه برسه، شیطونه غلط کرده. بریم 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 برو آخه بچه پرو میگم برو صدا شده رو میبرد بالا خیلی مشکلی نداری بچه پرو آقا بکرم آقا گل پیدانشه من نمیذارم عقل خود خونده بشه بروی چشما در همه چیو تهیه میکنم بفرما آقا جان بفرمایی پنج دقیقه دیگه مادر من تهیه میکنم شما اجازه بده من یه خاکی تو سرم بریزم برو تهیه کن دیگه یه دختر که بیشتر ندارم داماد عزیزم بروزی در با موش آتیش زدن که؟ گلفشانه او جانم گلفشان؟ گلفشان دیگه کیه؟ سلام عرض کردم که کندیم آوردیم جروزی سر آقا رزیدم بخیر جانم در خدمتم آشنو؟ جانم عزیزم من الان نیستم یعنی هستم قالیشویی نیستم بله 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 میدونم فورس ماژوره ولی آقا چشم عزیزم چشم من در خدمت شما من زنگ میزنم آقا خوردیم به خنه چی میگه؟ چی شده؟ میگه یه مشتری خارجی پیدا شده فرشا رو همین الان میخوام آقا بفرم آقا گیر نده آقا با شما کنیستم آقا نه شما بفرست لحظه گوش خدمت تو اون دو تا فرشا رو بده من باید ببرم چی؟ فرشا رو بده من باید ببرم به شما زنگ میزنم به شما خودت گفتی من خواستم با حرف شما حرف نزنم حالا چرا یه ذره لغز کنم بهت برمیخوره ای بابا من چه ربطی داره چه ربطی داره اگه این دو تا فرش مانه من بود که بعضم این نبود صاحبش زنگ زده فرشاشو میخواد من الان تو آنپاسم بفهم شما مگه خودت ندیدی جلو چش شما فرش رو بردن تو اتاق شما اجازه بدین عقدو بخونم تموم بشه من خودم میرم تقدیم میکنم بگو بخونم تموم شه قالش کنده شه ما بریم دیگه شما تشریف بیارید آقا حقیقتا من میخوام عاقدم میخوادی مادر زنمه که گیر داره میگه تو گلو کیکو نبینه ها نمیذاره عقدو بخونن منم که نه وسیله ای دارم نه ماشینی دارم اصلا موندم چه خاکی تو سرم بریزم
مواظب باشو. به جمع دیگه برو من حسابو بردارم بیا آنسان من و حقیقتا سنگ تموم گذاشتی. من نمیدونم چه ایری جبران بکنم. برو بالا بشین سر سفره خود به جاری بشه. بفرما بفرما اینو بگی. من الان میرم آقا رو میکنم میارم. دادش اینو بگی. میاد یارش. برو برو. آقای آقد من در خدمتتون هستم. بفرما من به عروس خانم بگو همون اول بله رو بگه دیگه نذاره کار بکشه به تکرار و عروس رفته گل بچینه و گلاب بیاره. من دغدغمون دو تا فرشه. الانم صاحب 4 بار زنگ زده. آقا فیروز من سفره عقدو به خاطر اینکه عروس میره گل بچینه یعنی منو بچینه گلاب بیاره یعنی منو بیاره ها خیلی دوست دارم تو این هیروویر که من گیرم تو هم میخوای عروس گل و گلاب بگه کمپوز زر کنی میخوام نکنی مشکلت من داداش حل کردی مطمئن این درست بله دیگه بله همه چی تمام بله بله من خواهش میکنم بفرما گل فشانه زنگ زده بودو بودو عزیزم آقا جان من به شما گفتم حرکت کردم میس میندازم میس مشکوک میزنی یعنی چی عزیز من برو تو ببین عروس خانم بعد رو گفت من برم نه من برم یا این با این پاش بره برو دیگه رفتنش بله بایدم بخندی منم جای تو بودم میخندیدم تمام این بدبختی‌ها که دامنگیر من شده باعث و بانیش تویی دست پیش میگیری که پس نیفتی من پیش تو پس بیفتم 100 بار به اینا گفتم فرش حضوری تحویل نگیرین اصلا تو چی کاره ای که تحویل گرفتی مرد حسابی اومد گفت رفیقته دوستته من تحویل گرفتم فرش مازر بود جنواله خودم نخود ایناش کرده آره زندگی این دوتا جوون رو به همدیگه جوش بدیم به زرس قاطه میتونم بگم تمام این خنسی ها از بدچگونی توه دست شما در نکنه خیلی ممنون واقعا من از صبح تا حالا منو با این وضعیت علف خود کردی الان هم چند تی تحویل میدی مگه من واسه کارت دعوت فرستادم تو خودت با این پاد انر دنبال من راه افتادی اومدی الان میتونی ماشین بگیری بری آره ببین یه چیزی بهت بگم ها من دستم زیر سنگ تو نیستا کافی به آقا جونم لب تر کنم بگم پول میلیون پول برسه به حساب جمع کن آقا جون میلیون دیدم الان با این پاد واسه 2 تا 100 تومانی آفتاب بالانس دوباره جمع میزدی میلیون پولی که تو عروسی میریزن شاباش میریزن این چگون داره تو این داره متوجه نیست قطعه به یقین تمام این نحسی ها از بچگونی تو آره یه چیز جواب بده قطعه به یقین جواب بده دیگه عزیزم یه لحظه شما آروم باش عزیزم من عرض کردم حرکت کردم برای شما میس میندازم چشم عزیزم چشم داداش کند از عروس بله رو تموم شد رفت پیکاره آقا به زرس قاطع من 2 دقیقه دیگه اونجا دارم میگم به زرس قاطع مبارکه بالاخره جوش خورد ببین فرشا رو گرفتی میندازی پشت وانه چلاقی مثل قرقه گادشو میگیری میری اگه جریمه اون کنه چی؟ شده 2 تا کلی هم رو بفروشم خرج یه حماقت تو رو بدم این کار رو میکنم اومد میگم فیروز تا داره میاد همینجا ازش بچست بهش بکن بریم فرشا رو بکن بریم خواهشون تشکی بریم دفتر رو بفهمم خواهشون بیا همون دفتر رو من دیگه دیرم شده بفهمم ماشینم همونجاست آقا نوید مبارکه مبارکه آقا هر چی که داریم از صدقه سر شما داریم بابا آقا مبارکه من نت گذشت کردم قربونت مبارکه بازم ممنونم دست شما در تبریک آقا تا شما یه خورده از خودتون پذیرایی کنید من یه سر به مهمونو بزنم و بیام فقط یکم بده کیک هم که اونجا چکم آقا واسه نوید جان یه دقیقه واسه قربونت برم ما الان چیزی از گلمون پایین نمیره این فرشا رو ورد و بیار ما بریم دمت گرم فرشا فرشه رو که الان میخوام ولی نمیشه چی رو نمیشه؟ بد کردم زندگی تو نجات دادم صاف فرشه تا الان 10 بار زنگ زده پدر منو در آورده لغز خونده که البته حقم داره بخونه گفتی بعد از این که خطبه رو بخونم ما هم گفتیم چشم رو برده بیار بریم دیگه آخه فرشه که الان تو اتاق عقده نصفه زیر خونچی عقده رو نصفه دیگه ما در زنم و فامیلش نشستن دارن چای قطاب میخونن چی جوری بیارم فیروز اگر چای بریزن رو فرشا چی؟
من اون فرشا رو امانت دادم 2 دقیقه رویت کنن. با اینکه شایبه داشت دروغو به جون خریدم تا این مناقشه بخوابه. آقا جان من الان تو مخمصم، اینو بفهم، وگرنه نکنال نمی‌کردم. برو فرشا رو ورده بیار من برم. آقا فیروز شما حق داری ها، ولی حقیقتا مادر زن من از فرش خوشش اومده، الان داره پیش فامیلاش پوز میده که دامادم دست داره بازم. باشد مادر زن تو تا پس فرده بخواد قمپوز در کنه که دامادم ال کرده بل کرده، نمیشه که. من تو آمپاسم، میفهمی؟ در آروم تر آقا جون، اگه تا 2 دقیقه دیگه فرش اینجا نباشه من میرم تو دهنم باز میکنم همه چیو میگم. میگی؟ میگم. میگه؟ میگه، همیشه میگه. حقیقتا برو برو رفت بده. آقا فیروز، آقا فیروز، آقا فیروز، به حرمت نون و کبابه که در مغازه با هم خوردیم. من حرمت رفاقتمونو تلاش کردم خیلی نگه دارم. اگه الان فرشا رو آوردی آوردی، نه آوردی خط قرمز میکشم رو رفاقتمون. این انگشتو تو ته میکنم تو حلقم، هرچی گفتم و خوردم بالا میارم. در نیست که آبرو من بره که. آقا فیروز حضرتون خواهش میکنم، فقط یه ذره تحمل بکنید. چی میخوای شما از داماد دست انواز و با صفای من چی میخوای ازش؟ ببین مادر من، مادرم، مادر چی؟ خواهرم، خواهرم. دغدغه من الان اینه که دغدغه ما اینه که وقتی یه فرش میارن میشوریم، اگه فرش مال عروسی باشه و وقتی میاریم تحویلش میدیم باید تا آخر عقد بمونیم. اقلا یعنی این وصیت پدر خدا بیامرزمونه. آره وصیت پدرشونه. ببخشید عقد عقد و خوند و رفت، شما بفرمایید. خب بفرمایید، در خدمتتون هستم، میرسونمتون در اختیار. بله بله، یکی از دغدغه‌های ما اینه که مادر زن بعد از اینکه عقد تموم میشه هر جا میخواد بره ما میرسونیم. کجا برم؟ این همه کار سرم ریخته. تا 2-3 ساعت دیگه مهمونا میان، نه ریسه بسی، نه ماشین عروس آماده است. کجا بذارم برم؟ مادر جان من که دیشب همه اینجا رو چراغانی کردم، شما گفتی بکن کندم. ماشین عروس هم که خود شما کنسل کردی. خب پسرم قربونت برم، الان من انقدر اینجا میمونم تا یکی پیدا شه بیاد هم ریسه رو ببنده هم بره ماشین عروس رو درست کنه. چیزه شما برو استراحت کن خواهر جان، من خودم فنیم، هم چراغا رو برات نصب میکنم هم ریسه رو. آخه اون برق داره الان. بلدم بلدم. شما بلدی بفرما. میدونم برق نداری دارم عزیزم، باورت نمیشه من الان کجام، ولی باور کن برات میارم. یه بار گفتی، 3 بار گفتی، 6 بار گفتی، 9 بار گفتی، گفتم میارم دیگه. آقا جان مگه نمیگی 3 پرواز داری؟ من 3 واسط میارم. مگه نمیگی 3 ساعت زودتر عزیزم باید فرودگاه باشی؟ 12 خوبه، 12 من برات میارم. عزیزم مگه نمیگی 1 ساعت تا فرودگاه؟ من 11 واسط میارم، 11 واسط میارم. اونجا داری میری؟ این ریسه هم که تموم شد، برو اون فرشا رو بده ما بریم. شما اجازه بده من یه فکری برای ماشین عروس بکنم، این فرش شما هم چشم. بابا این همه ماشین اینجاست، یکی رو گول بزنیم ماشین عروس کنیم قارش کندشه بره دیگه. آقا فیروز من حقیقتا فقط یه دونه موتور دارم، از فامیلامونم اونا که وضعشون خوبه گواهی نامه ندارن یعنی ماشین ندارن، اونا که گواهی نامه دارن پول ندارن یعنی اونا هم ماشین ندارن. فامیلای زنمونم که میگن اگه به ماشین چسب بزنی جاش میمونه و این حرفا. آقا جان شما به همین بهانه مادر زن تو بفرست باهاشون صحبت کنی فرشا رو بده ما بریم. آقا فیروز مادر زن من تو خیالش از بابت ماشین عروس راحت نشه تکون نمیخوره، دوباره هم اونجا زن اون است، من که نمیتونم هی برام تو بیام بیرون. آقا جان اولندش با وانت را میفته کارت. حقیقتا؟ بله حقیقتا. نوکرتو تو هر کاری بگی من میکنم، فقط یه راه باز جلو پای ما بذار، ما این دوتا پرچه برداریم بریم. نوکرتو اصلا بروی چشم چشم. خیلی خوب برو الان روبانو چسب بیار تا من اول دومندشو واسه راه بندازم. برو یه احمد فردا بیار ببینم این چیکارش کردیم. بس میشیم احمد، احمد تا دست شما درد نکنه. نوید جان یه احمد رو مادر خانمت بگی بعدا بیا. احمد؟ احمد چی چیه؟ مادر خانمت میدونه، بگی بعدا بیا. بودو میخوام اینا رو بس کنم. بودو سلام افت چطوری؟ کجام؟ وسط عروسی دارم میکوبم تو فرق سرم، دوباره هم اتفاقا به من زنگ زده. من برای همین بهت دارم زنگ میزنم، من الان آدرس وسط میفرستم، خودتو سری پاشو برسون اینجا، حالا بعدم بهت میگم. تو بیا فقط، من دارم شام درست میکنم، بچه هم خونن، کجا بیام؟ سلام. واو حرفا میزنی یا؟ بلاشم بیام وسط عروسی که هیچ کسی نمیشناسم چی بگم؟ چرا همه الان اومد؟ ولی اگه اولیه رو بردارم با خودم بیارم بچه رو پیش کی بذارم؟ والا فیروز من روم نمیشه.
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب باشه، آدرسو برام پیامک کن. گفتم چشم دیگه، چشم. خدافظ. گوشه بگیر، گوشه بگیر، گوشه بگیر. عروسی کی هست؟ ما با عروسی این دختره که مادرش صبح اومد کارتو جر و جر کرد. اه پس عروسی سر گرفت، آبروزی هم نشد. دم فیروز خان گرم. بله دم فیروز خان گرم، اما آبروی خودمون داره میره. چی شده مگه؟ راستی عالیه جان، برای بچه ها شام درست کن. بعدش هم فیروز گفتش که اگه کسی زنگ زد یا در زد اصلا جواب ندید، به هوشنگم میگم. چشم. الان داری میری عروسی دیگه؟ آره آره دیگه، دارم میرم مفروض رو بردارم. خیلی سرم اینجوری دارم میرم عروسی. ما عروسی کیه؟ ما آمدیم عروسی دیگه. نه خیر، گفتم بچه ها نیارید. اصلا هیچی نگفتم. گفتم دل بخوای یه تو سر بیار تو سر نیاری. تو چرا حرف حالیت نمیشه؟ من خودم زورکی دارم میرم عروسی. عالیه. میگم من همینجوری برم عروسی یا یه لباس خوب چیز بپوشم؟ آره دیگه قربونت برم، بالاخره داری میری عروسی، ببین لباس خوب پیدا میکنی بپوش برو دیگه. لباس خوب که ندارم، همه لباسم رنگ رو رفته است. میخوای من لباس پلو خوریم و بپوشم باهات بیام بریم اونجا یه رنگ روی داشته باشی؟ نه خیلی لازم نکرده. من به خدا رو خودت گفتم. دست شما درد نکنه. مایما قرار نبود باد بادک درست کنیم فردا بریم پارک. من کوی رفتم کاغذ رنگی چسب خریدم، ما میشیم درست میکنیم تا ماما بابا برگردن. حالا قیچی هم گرفتی؟ قیچی بده ببینم. آقا رضا یه زحمت بکشید. خیلی ممنون. بری دور وصلش کن، برو. تموشو. میگم نصرت مطمئنی همه چی رو درست کندی، درست نصب کردی، همه چی تحت کنترل دیگه ها؟ با تو هم میگه برو وصلش کن دیگه. درست. چی کار داری میکنی نردمون؟ اه 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 اه. نصفت همه چی تحت کنترله، یه موقع من اینو بس نکنم یه گراز خوش بشی. بی ادب بی تا گراز چیه؟ چی داری میگی؟ خجالت نمیکشی؟ خواهرم همین جوونه ها، بیوه بشه چیز درستی نیست میدونی؟ نترس، خواهرت بیوه نمیشه، نترس. میگم بزن اون سیما دیگه بابا. بفرما، نگفتم سب کن. نگفتم بلدم. بفرما. دمت داداش تو به چیز به اون داداشت بگو اصلا واسه اینطوری باشه. جعجب این آقای بلدم بلدم بالاخره یه کاری رو درست انجام داد. نوسرت غریبیم، کس رو نمیشناسیم، زشت نیست، دست خالی چیزی بگیریم. خودت داری میگی کسی رو نمیشناسیم، کسی هم ما رو نمیشناسه. بچه مثل که یادت رفته ها، این عروسی به خاطر اون دو تا فرشه که فیروز برده راه افتاده. میگم حالا اگه نصرت بود و یکی از این کارتا میخرید اسمشو مینوش، هر کنون گلا رو دوستش میچسبون روشون، هم فکر میکردن نصرت داده. داداشم اینجا مواقع خیلی خوب فکرش کار میکنه. آقا خیابون لطیفی رو رد نشیم. حواسم هست خانم. آخ
آقا آقا این خیابون لطیفیه. رد شدیم. ببخشید خانم، حواسم نبود. از اون روز اول شما شون بودین، بد قدم بودین. قربون قدیمی راست میگفتن. میگفتن آدم کسی. یا قرب شما بفرمایید. بیا بابا. بیا. مرد حسابی این کراس افتادی. لااقل یه چیز بذار بندازیم زیرش، ماشین به گن کشیده نشه. میگم فیروز بذار با وانت خودمون بکنم ببرمش. با چی بکنی؟ وانت خودمون. وانت دیگه ماشین عروسه. هر کسیم که توش بشینه بعد چگونه؟ چه برسه به این آقا که معلوم نیست کجا اومده و با کجا شرفته وسط که کاروچه من خاک برسه. این ملغمه ای از نحسی و بدشگونیه. برو تو بشین ببینم. برو تو دیگه فرقی نمیکنه تو ماشین باشه یا هر جا. نحسیش تا شوهای یک کیلومتر متساهل میشه. برو ببینم. برو. فقط جون تو جون این بانه تا. برو آقا برو. من برم دیگه، مادر زنم میگه چیزی که از اولش بد اومده ها تا آخرش بد چگونه. بهروز بود رب؟ بله، نمی اومدین دیگه. آخه دادش من رانیکا رو باید می بردم یه جایی می زاشتم. پدر نصرت هم پدر جانم عصبانی بود از دستش، دیگه مجبور بودم ببخش. بله، یکی که دست شوهر تو زله نباشم. چی شده؟ میگم بهروز بود رب؟ بله، برای اولین بار در تاریخ بشریت، در تاریخ زندگیم دارم خواست این اون قاق بودم، نفهم بودم، کم عقل بودم، می کندم می رفتم. خودت خواستی، خودت کردی، دیگه ناراحتی نداری؟ بله خودم خواستم، خودم خواستم. خوب کردم چشمم کور، دندم نم، انقلتم نمیارم. اصلا که من قراره همیشه تو آن پست باشم دیگه عادی شده باشم. ولی اینکه به خاطر حماقت بعضیا یه عده‌ای بهم قشقش بخندن، یه عده بهم بد و بیرا بگن، دیگه به خواسته من ربطی نداره. این به عقبه من برمیگرده که خواهر دست گلمو دو دستی تقدیم کردم به داداش گل تو. باز تو کم آوردی، گیر دادی به نصرت. من کم آوردم؟ من دارم سکته میکنم. ای خدا نکنه. حالا مگه چی شده دادا؟ چی شده؟ خلاصش این که شوهر تو با اون قد قناسش، با اون پای شلش، میره بالا نرده و اون قمپوز در میکنه که بلدم. میترکونه همه چی و با کله میره تو کیک عقد. رنگی شد عین قوس قزح، رنگی کمان گند زد به همه چی. خدا مرگم بده الهی، داداشم طوری شده. شده تو همه کشتانه دست جمعی را. آخه برای چی خدا تو رو مرگ بده؟ خب بگو چی شده؟ اون داداش تو از برج میلادم بیفته، اون پی اونجا آسیب میبینه، خودشی جیش نمیشه. خیلی حالا داداش هرس نخور، ما الان چی کار کنیم؟ چه میدونم با این قراش میشی که هست، شما برین تو زنونه، چه میدونم تو اتاق عقد، تا من ببینم چه گلی باید به سرم بزنم. فیروز میگم ما هم تو بریم تو اتاق عقد بشینیم. بابا جان من دلم میخواد شما زودتر بیای اون مادر زنه رو بکشیم بیرون، بلکه یه فرصتی پیش بیاد فرشا رو برداریم بریم که شوهر تو گند زد به همین چی. باشه فیروز، میگم داداش هم تو اتاق عقد افتاد رو کیک. بله الان تشریف ببرین، صحنه جرم و جنایت کاملا مشهوده، بریم. فیروز اگه داداشم افتاده باشه رو کیک، کیک افتاده باشه رو فرش، فرش رو چجوری میخوای تحویل بدی؟ اگه اینجوری شده باشه خودم هجله نصرت رو میزنم در سر کوچه خودمون. خدا نکنه. فیروز میگم ما کی هستیم؟ با اون گندی که داداش تو زده همه تو کمان. شما بیرین اونجا فکر میکنن فامیلای عروسی، این فامیلای عروس فکر میکنن فامیلای دامادی. بیرین خیلی خوب خجالت بکشینم چون زندگی برای شما اینا تیرو کن مادر رو ببر. الا گوشی آقا شما هم لفت کن، دست شما درد کنه، دست شما درد کنه. الا آقا جان تو شما بخوای کبابا رو بفرستی یا هم دیر میشه هم سرد میشه. یه لطفی بکن شما کبابا رو آماده بکن، من یه نیم ساعت دیگه خودم میام در مغازه. آقا جان خداحافظ. این ماشین عروس من بیسه ها که روشنه، زن و خواهرم هم که اینجان، قلق مادر زنت هم که دست توه. این فرشو رو بده ما بریم. آقا فیروز اون موقع که بهت گفتم میشد یه کاریش کرد، ولی الان که کیک ترکیده مادر زنم عصبیه، شرمنده ام و از دست منم دیگه کاری بر نمیاد. اما از دست من بر میاد. آقا فیروز، آقا فیروز نوکرتم، چه کار میکنی؟ میخوای چی بگی؟ میخوام برم راستشو بگم، از اولم باید همین کارو میگم، اشتباه کردم. آقا فیروز من نوکرتم، شما که لطف کردی آفیدو، شما که لطف کردی من نقش یه چند دقیقه دیگه هم تحمل بکن. الان چون شام کنسل شده ها، من یه نیم ساعت دیگه مهمونانو ور میدارم میرم کبابی، شما با خیال راحت برو فرشتو وردارو برو به سلامت.
آقا فیروز به حرمت نون و کبابه که در مغازه خوردیم من جبران میکنم. آقا نوید. بله آقا. یه لحظه. شما که از ظهر تا حالا صبر کردین نیم ساعت دیگه هم صبر کنم؟ بفرما سافرچاست اصلا روم نمیشه جوابشو بدم. آقا فیروز یه نیم ساعت دیگه معطلش کن. نیم ساعت دیگه. عزیزم آقا اگه من میخواستم بپیچونم که گوشیمو خاموش میکردم. این مخمسه که من توش گیر کردم نیم ساعت دیگه تمومه. آقا نیم ساعت دیگه با فرشا من راه میافتم. الان ساعت چنده؟ 8:30 درسته؟ نیم ساعت دیگه. خانوم ها آقای اون ساعت 9 شد غذا سرد میشه از ده هم میفته. بفرمایید. اونایی که ماشین دارن با ماشین های خودشون، اونایی هم که ندارن وسیله ایوب ده ها فراهمه. بفرمایید. یعنی فرشو جابجا کردن به این شکل خطرات زیادی داره. اونم با وانت. یکی از خطرات خیلی مهمش اینه که ممکنه یه موقع خدای نکرده از وانت بیفته پایین. یه موقع ممکنه که خدای نکرده اصلا بارون بیاد. سری بزن فرشو بزنین عقب به خانه بودو بودو. سری بزنید اصلا بانتو بینید دنبال شما بارون بخوره دیگه به درد نمیخوره. سری سری یواشا. خب این داماد جان مواظب ماشین باش، مواظب فرشا باش، عروس مواظب باش. آقایون بفرمین برای شام بفرمین. خانم بارون کجاست؟ هوا به این صافی. ببینم تو کار زندگی نداری بابا. عاقد عقد خوند و رفت، هنوز اینجا واسادی سیریش حل از اون. خب بار دیگه اونم رفتن شامشونو بخورن. چی از جونم هم میخوای تو؟ آقا تبریک میگم، ایشالو به پای هم پیر شید. دست شما درد نکنه آقا فیروز، لطف دارین شما. ببخشید آقا نوید گفته چقدر به خاطر ما به زحمت افتاده. نه بابا این چه حرفیه، مگه نگفتیم نیم ساعت دیگه میریم؟ خب داره میریم دیگه. میخوام صد سال سیاه نری. ببخشید عروس خانم، فرشم که داری میبری. آقا فیروز من که خدمت شما گفتم مادر زن من یعنی مادر ایشون فرش پوشش اومده. این که نگران فرش شده میگه ببریم کباب یا اونجا ببریم خونه. ولی من که خونه نمیبرم، من میارم برای شما. بابا من به گفتشون گفتم نیم ساعت دیگه. آقا من دیگه بریدم، دیگه بریدم، هر کاری میخوای بکنی بکن. چه خاموشه داداشو. من نصرت خبر نداری؟ به زرس قاطع میتونم بگم اون حالش الان از ما بهتره. بری اگه خبری شد من بهتون میگم. اینا رو که دیگه میتونی ببری. بله قدمش رو چش. بفرمایید. بیان سوار شو. دیگه روی نمونده. برین که لاقل دوباره اینه که از اونجا باید بره یه جا بعد بیاد اینجا. تازه بیاد اونجا. آفیروز شما تشریف نمیارین؟ آفیروز من نمیگم که، عروس خانم میگه. عزیزم من با تو بهشتم نمیام. بیاین سوار شید. بیاین. آخه داداش من بچه رو چی کار کنم؟ سر را پیادشو شما برو خونه. برین فقط شبم با بانه تو فرشا بیاین. میای دیگه؟ نه نمیام. میام دیگه.
سلام. چی شد؟ همه کندن رفتن؟ فرچه چی؟ فرچه رو هم کندن بردن؟ آخ آخ حالا ما چی رو بکنیم؟ اونو گلفشان کنده، قبرمونو میگم. اون صد چطوره؟ جایش که نشکسته؟ نه بابا اون هیچش نشکسته، هیچی. اون پای شکستش هم به خاطر این حادثه فکر کنم خوب شد. دکتر گفت اصلا پاش طوری نیست. بعد بریم داداش. نمیخوای بگی که تا قالیچی باید پیاده بریم؟ تو پول داری؟ من دارم تو کارتم، ولی خب کارتخونا برای دکتر نصرت هم نخون. من از شباشه عروسی کندم. قر نزن بابا، رسیدی. حساب ندارم. خب به زرس قاطع میتونم بگم گلفشان تو این ماشینم. فیروز بیا برگردیم، بیا برگردیم. چه فرشا برسیم دلافش کنیم؟ بنده خدا حق داره. راست میگی؟ فقط هرچی گفت میگی چشما. آروم آروم. یعنی عصبیه، باید باش مدارا کرد، باید با متانت باش برخورد کنیم. دمیت کرد، دمیت کرد. فوتوفند کاسه بیا یاد بگیر. سلام آقا. آقا عرض ادب. آقا اینو همین الان تشریفشون آوردن. من الان فرشا رو میگیرم و میرسم خدمتتون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. معلومه از اول تا کجا بودی؟ صدا تو بیار با اینجا ندر همسایه. داداش آروم یه مثل که ما اینجا زندگی میکنیم ها. نه آخه صداشو میندازی تو کلاش، فکر می‌کنی من ازش میترسم. آقا حرف داری حرف بزن دیگه، چرا مغلطه نکن. به جای اینکه من عصبانی بشم، من ناراحت بشم، تو عصبانی میشی، تو ناراحت میشی. معلومه از اول کجا بودی؟ عروسی. بفرما. رفتی عروسی، رفتی به خوشخوشان، گفتی گروه بابا گلفشان. آقا مرد حسابی با این لباس آدم میره عروسی؟ فن چی میگه؟ این لغز میخونه. تو واقعا عروسی بودیم داداش ما؟ بفرما. آخه تو یه جوری داری میگی عروسی بودیم، این فکر میکنه از زور تا حالا ما داریم اونچو قلقنبیل میای. نه نه، واقعیت اینه که اصلا از این دوبز و دو این ماجرا نبودیم. نبوده چون شاهبه داره، اما به خاطر فرشای شما آقا هر سازی زدن مرقصیدی. شما میخواستین برم رقصین، این چه مدرسه من میذارین؟ من به این کار ندارم. من همین الان فرشا میخوام. آداش قبول دی صندوقو باز کن. عیسی شما بشین، هر موقع که موقع شد من خودم میگم در صندوقو بکن. شما موقعش همین الانه. اگه بود که میدادم بری شهرتو کم میکردم. شهر منو بکنی، شهر منو بکنی. تو خودت واسه من شهر درست کردی. آقا در صندوقو ببندم یا باز باشه؟ آقا ببن. نه آقا نبن. ببین مشتری بنده خدا پولشو داده، فکر میکنه من پولو گرفتم و فرش تو کار نیست، بردمش فرودگاه کارش انجام بده. با این ماشین برگشتم، فرشا رو بگیرم ببرم بهش بدم. تا نیم ساعت دیگه فرشتو گرفتی رفتی. اگه نه؟ اگه نه چی؟ بابا اگه نه برو شکایت کن. اصلا بیا با من بریم کلانتری. من دیگه نمیام کلانتری. میخوای بزنی بیا این صورت بزن لگو لورده کن. میریم کلانتری برای حل مشکلات دیگه. میریم اونجا. ببین جان من مشکل پیش اومده. تا نیم ساعت پیش که حالشون خوب بود، الانم دارن میان. خب یه زنگ بزن بیارن دیگه. اگه من میدونستم کجاست که خودم میرفتم میکندم میآوردم. تو رو خدا فروختی، گرو گذاشتی، به کسی دادی؟ فرش مال توه، پیش من امانت. آخه من دیوانم، اونم با کمتر از نیم قرن تجربه. حالا همون اعتبارمو بزنم زیر سر فرش تو رو بفروشم. آقا اومدیم ثواب کنیم، کباب شد. چی؟ فرشان خودم. آقا ببندم یا باز باشه؟ تو ببند بابا. ببین اگه آبروی من بره، آبرو تو میبرم. اگه فرشا خط بیفته، خط خطید میکنم. مثل که حواست نیست داری با کی صحبت میکنی؟ داری با دعاش من صحبت میکنی؟ من نمیفهمم، نمیخوام که بفهمم. تو بفهم که میفهمی. من هیچ چی نفهمم. تو ببین کاملا قیافت معلومه که نفهمی. اصلا لاگلی ظرفی بزنی. داداش آروم باش. عزیزم داداش، اسم شما که میاد مثلا منقلب میشه. قرار شد با متانت. درسته، متانت حق با شماست. ببین از صبح تا هر چی شنیدم حرف نزدم. هر بلایی سر خودم و خانوادم اومده، دم نزدم که کار تو را بیفته. صد جا سر زدم قر نزدم، اما الان دیگه اینجامه. حرف بزنی حرف میزنم، قر بزنی قر میزنم. شاکی هم بشم شاکی بشم چی؟ اینو میزنم. کی رو میزنی؟ تو رو میزنم.
منو برای چی میزنی؟ بر هر بلایی سر منو آورد، تو اینو آورده. اگه تو پای منو به کلانتری وا نمی‌کردی اون نصرت احمق فرچه از اون یارو نمی‌گرفت الان بیافتیم تو این مخمصه. خود داماد آقا افتاده مونگل شما که از زده میده دیگه. شما داماد آقا افتاده. چرا حال بابا چی؟ چی گفت بعد از اون چرا مردم منو بزنن؟ آقا چرا مردم منو بزنن؟ چرا منو بزنن؟ از اون بپرس که فرچ میکنه واسه من. بچه با اون دعوا میکنی؟ بعد با کی دعوا کنم؟ من هر بدبختی دارم زیر سرم. نه بالاخره من باید یه جور آروم شم. خیلی خوب داشم باس این کارو بکنه حق داره. ببین خانوم اگه بد میگم بگو بد میگی. من از زور تا حالا که با شوهر شما تماس گرفتم بعد دنبال فرشام بودم. اون وقتی نگاه کوچ صاحب این تو تا فرشمایی تو دیگه کسی؟ آقا من کوچیک شما هم. اون خانومم که میبینید الان زن منه. اتفاقا من امروز صدای شما رو چند بار شنیدم. حقیقتا من زندگیم داشت خراب میشد. من حوصله قصه ندارم. من فقط فرشامو میخوام. فرشتو میخوای؟ یدق صبر کن. برو نه فرش سعید و سالمون پشته. فکر کنم فرش کنی. حقا حوصله قصه نداری. برو اون یکی هم ورده بیار. فقط این فرشو بده برای من خیلی عزیزم. ای یواش. تابلو رو مراقب باش. فرش واسه من خیلی عزیزم. من مطمئنم توی بلای سر این فرشا آوردی. آقا شو تهمت میزنی؟ نه این آقا فکر میکنه من بیدم. صبح زور شب فرش میکنم. فرشا فقط یه تا دو تا باز شده، یه تا دو تا لوله شده همین. ببین من پول شستشوی این فرشا رو جای کرایه ماشین بهت نمیدم. بریم آقا. بفهم. کاری ندارم. شما راضی باش. پول شستشوی هم نمیخوای بدی. میخوای کره ماشینت هم من بدم. سلامات آقا خداحافظ. خودشو فرشاشو کند رفت. اه شرمنده ببخشید. همه این درد سر رو به خاطر ما بود. نه بابا این چه حرفیه. بازم شرمنده ایم. خیلی زحمت کشیدیم. واقعا نمیدونم چجوری باید جبران کنیم اگه شما نبودی. آقا شما مدیون منی تا زنده اما خواستید کباب بخورید و پیش من نیاد بخورید. از اون کبابه که بدون من میخوری دیگه. نه بریم دیگه. ما فقط سویچ و دست شما درد نکنه. کابل نداره. قربون شما برم. ایشالا به پای هم پیر شید. پیر چرا بشن؟ ایشالا 120 سال جوون جوون کنار هم خوب و خوش زندگی کنن، کیف کنن. آقا خدا نگهدار. خدا حافظ شما. بازم ببخش. بازم شرمنده. ببخشید تو رو خدا. خدا حافظ. خدا حافظ. به پای هم پیر شین. نه همون. نوید کبابی ببخشید آقا داماد یه لحظه بستم. بروز جان داده برسونشون. راست میگی؟ برسونشون. اه آقا اگه یه طور درست بشون انقدر سبوک بشه فردا انقدر بیره مونه دهنه همه بازمونه. سبوک سنگینی ربطی نداره که قلق داره همین جوریشم دهنه همه با میمونه. یعنی حتی از این کار پلاستیکی هم میره بازتن. پلاستیکی ها خوب نیست، واسه محیط زیست خوب نیستش، تجزیه نمیشه. پاشین جمعش کنی. این تموم بشه بعد. تو هم بخواد تموم بشه از آنو گفتن. اینا امروز 3-4 ساعت خوابیده مگر خوابشون میبره. باباشون که نخوابیده. من این حلقه ها رو به هم بچسبونم، سر این سه گوشه این هر کدوم 20 تا حلقه بزنم، نخ وسط اینم بچسبونم، بعد فکر کنم اینجا باید یه مقوا بچسبونم که سرش سنگین شه، اینجوری باد بیفته تو سینه بیاد بالا. میرم میخوام. اینجور وقتا تو خودت از سطح بچه بدتری. ها من که تقاضا ندادم درست کنم، اینا گیر دادن. اصلا بلدی؟ بیا خود درست کن. بیا نه بابا بشین. بابا مامانم بلده. بابا این کاره هست میدونه. فردا میگم دایتون بیا درست کنه. آخ این قضیه بسیار فوق سری و سیکرته، به خاطر اینکه چند بار به دایی نصرتون از طرف سازمان فضایی ناسا پیشنهاد شده که موشکاشون رو طراحی کنه زارت بره آسمون. نه آخه یه جوری داری میگه داییتون هر وقت باد بادک درست میکرد زارت تو سیم برق میخواست بیارتش پایین کتونیا رو در میابرد گره میزد مینده زورت تو سیم برق آخرشم پابره نمیرفت. نه دیگه. حالا فردا نهار چی درست کنم؟ این بچه ها چی میکنه؟ آقا یه چیز درست کن سریع بریم بخوریم.
باد بزرگمونو بریم بکنیم. مثلا؟ 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 خودت چی دوست داری خودت بگو. نکنه فردا ما رو میخوای ببری چلو کبابی رستوران؟ آخ جون چلو کباب. نه به قول دایی نصرتتون نه. من از شما میپرسم کدوم رستوران دست پختش بهتر از عفت عزیزه؟ نه گزینه یک اینجا، گزینه دو اونجا، گزینه سه یه جا، گزینه چهار همه جا، گزینه یک اینجا. تموم شد و رفت. گزینه یک اینجا. فقط هرچی میخوای صبح اول وقت بگو من برم بخرم، برای اینکه فردا همه چی تعطیله. فقط تفریح. میترکونیم شنبه هم قبراق سر حال میریم سر کار. مگه شما فردا نمیخوای بری اول وقت خرید؟ آخ راست میگی، من برم بخوابم بخاطر اینکه فردا یک مأمور مخفی از ناسا میاد که برای اینا طراحی کنه. بچه‌ها برید بخوابید. پاشین پاشین، شما زودتر جمعش کنین. پاشین چراغ خاموش کنی بگیریم بخوابی. گفتی زودتر بخوابی، نگفتی که الان بخوابی. خیلی خوب پس زودتر. آخه چه؟ به سراخ چوراب من میخندی؟ قیافه داداشم تصور میکنم وقتی افتاده تو کیک. قیافه داداش تو که همیشه خنده داره. فیروز تو نمیخوای بس کنی؟ کیف میکنم باش کرکل میکنم. تفلکی خانومه، چه دلش واسه داداشم سوخته بود. یکی نبود بگه آخه زن حسابی اون خونه رو بفروش، کوچیکترش کن، جهیزی دخترتو بده. اینقدر چشمت به دست دامادت نباشه که تلویزیون رو نمیدونم فرش بخره. مادر زن بابک نویدی رو میگی؟ آره دیگه، بعضی ها اینجوری هم دیگه، اصلا به این فکر نمی کنن که بابا تای 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 تهش تو یه متر جا باید بخوابه. چند متر هست؟ کجا؟ اینجا. چطور؟ نمیخوای بفروشیش؟ مگه نمیگی تهش یه متره؟ خب اینجا رو میفروشیم راحت میشیم. داداشتم از آلا خون بالا خونی در میاد، به افروز اینا هم کمک میکنیم، دست بالمونم باز میشه. همون 15 سال پیششم اگه میفروختم چیزی دستمونو نمیگرفت، چه برسه به الان. ملک که تبدیل به پول شد از این ور میاد از اون ور مثل باد میره. من که نمیگم ریخت و پاچ کنیم، یه جای نقلی میخریم بچه ها راحت میشن، با بقیه پولشم یه مغازه میخریم کاسبی را میندازیم. بابا من 12 سال قاضی شدم، کلی اعتبار دارم واسه خودم، اسم و رسمی دارم، یعنی همش کش. یه کار برم الگوی مغازه بگیرم که چی بشه. من که میدونم اینجا رو دوست داری، من که میدونم از بابای خدا بیامرزت یا عالم خاطره اینجا داری. خود رفته بودم شما رو بیامرزم، ولی باید به فکر بچه ها باشی. ما همین پوریا میگه بچه ها ازش میپرسن شبا نمیترسین تو قالی شوی میخوابی؟ این چای فاضلاب که زده بود بالا یه کارم بچه بهش تیکه میندازن. ای بابا چاو که امروز خالی کردیم تموم شد رفت پیکارش. این خانم دبستانی هم ولکن نیستا. وا چه ربطی به خانم دبستانی داره؟ این آقاه میگفت اگه چای تو رسوب کرده باشه که احتمالا کرده چون قدیمیه، 2 ماه دیگه همه آشا همین کاسه هست. 2 ماه دیگه یکی رو میارم دوباره خالیش کنه بره. تو واقعا به فکر پول اینجا نیستی؟ چرا اتفاقا خیلی مواقع بهش فکر میکنم. خب خیلی خوبم میاد. من اگه از اون اتاق نکشته بودم بیرون که تا صبح نشسته بودم داشت بادبادک درست میکردی. همون بادبادکه نمیذاشت من به خیلی چیزا فکر کنم. مثلا به چی؟
دوخت و دوزه تموم شد چرا خاموش کن میگی بخون چیز این خریدی هم که داری بنویس بذار رو اوپن که فردا میرم دیگه خواب بیدارت نکنم فیروز بخواب دیگه سلام داداش داداش اتفاقی افتاده؟ بابا با من راحت باش تو بری راحتم برای فرشا شاکی بود کی؟ همون که باعث شده بکنی بیا اینجا دیگه عفت وقتی میگم یه تختت کمه میگی نه دمت کرد دمت کرد از قدیم گفتن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن اینا چیه با خودت برداشتی آوردین اینا رو برای شگونش کندم آوردم گفتم شاید یه گوشه وقت ما هم باز شه وقتی میگم دوتا تختت کمه بهت بر میخوره با دادش فکر کن با من راحت باش با من صادق باش بگو چه اتفاقی افتاده خیال کردم تو نیستی خواستم خلوت کنم دمت کرد دمت آدم اصلا باست بعضی وقتا خلوت کن خلوت کن داداش خلوت کن یادتون قدیما بعضی شبا رو ایوون میخوابیدیم خب اون وقتا هنوز این دوتا اتاق رو درست نکرده بودیم فیروز یه آسمون بالا سرمون بود پر از ستاره ستاره ها رو میشمردیم اونقدر که یا خسته میشدیم یا دیگه سوادمون قد نمیداد از یه عدل به بعد بشماریم تازه میفهمیدیم وای چه دنیای بزرگیه وقتی خدایی هست که از همه این دنیا بزرگتر یکی اون بالا حواسش به ما هست میرفتیم تو آن پاس اما میدونستیم که یکی هست که تو اون پسترمون بیاره از وقتی هممون تو خونه خوابیدیم
یه سقف بالا سرمون بود که خودمون ساختیم، یه چراغ که خودمون خریدیم. دیگه کسی به آسمون فکر نمی‌کنه، فقط به زمین و اینکه سهممون از این زمین چقدر فکر می‌کنه. از سقف بالا بعضی وقتا یادمون میره که یکی هست. دیدی؟ بشقاب بزن یا دوتا یکی بسته؟ همون دوتا یکی بسته. داداش براتون چند تا تخم مرغ بندازم؟ چهار تا آبجی. چهار تا؟ آدم دوتا بیشتر بخوره کبد و کلیهش قفل میکنه، چه برسه به چهار تا؟ عوضش اومگا 3 داره، مغز بهتر کار میکنه، بادبده کار بهتر میسازیم. پس بله باز پنج سرده رفتی خونه دایی 10 تا بخور. من بهت 20 تا میدم دیگه. یه ذره تخم مرغ حاوی 210 میلی گرم کلسترله و مصرف بیش از 300 میلی گرم کلسترول واسه بدن مجاز نیست. بیا این که دیگه جونور شناسه، تو هم خوب میشناسه. من که دیگه چیزی نگفتم، دخترم های خودتونه، اینم مجاز نیست. ای بابا میرم بیرون میدوام میسوزونم. آره دیگه، اصلا اگه برم بیرون بودم بسوزونم که اصلا مشکلی نیست. اصلا چرا بخورن که برم بسوزونم؟ داداش گشنشه دیگه، دیشبم شام نخورد. الهی عمه قربونت بره. قربونش برم من. این بقیه من ببینم، به 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 اونجوری که اون با کله رفت تو کیک، من اگه جای اون بودم 70-80 روز غذا نمیتونستم بخورم. کیک؟ من کیک خوردم؟ نه من اینا رو مواظب چسبه باش، قشنگ خوب خوشگل بچسب. دستگیره، دستگیرم بده. من کیک خوردم؟ من از شما میپرسم. من کیک خوردم آقا؟ بعد منو گره با مغز رفتم تو کیک. آها بگو چرا نفهمیدیم با چی رفته تو کیک. آقا تو مغز داری؟ فلفلم میخوری دیگه. داری یه پیاز گندم بیار بزنیم تو سرش، تو آبدار باشه، خیلی میچسبه. خیلی کم اشته های پیاز گندم بیاره بزنیم تو کلش. آخه واسه چی؟ چی یه امروز با هم کل کل نکنین؟ نه آخه این همه برکت تو سفرست نمیبینه، عد اون پیاز بوگندو رو که نیست میبینه. من به خاطر خودش دارم میگم رفت جان، این میخواد انقدر بخوره که بمیره. آقا من میخوام انقدر بخورم که بمیرم. حرفیه؟ نه میخوای بمیری بمیر، چرا خرجی دست ما میذاری؟ تخم مرغ ها میدونی چند شده؟ مگه یک قرون دوزاره؟ میخوای بمیری بگو من خودم میکشم. نه اون وقت باید دیه بدی، قربونت برم. شده دوتا کلیم رو بفروشم، دیه تو رو بدم میکشمت که دیگه ریخت تو نبینم. آره؟ آره؟ باشو شما دست به نخ بدن نصف همون دیه رو محبت بفرمایید، بنده بهت قول میدم که اصلا دیگه ریختم هم نبینی. خوبه؟ آره؟ آره؟ میشه امروز رو بس کنی؟ یا الله یا الله. به 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 اینم اون سنگک داغ و تازه خدمت شما. دست درد نکنه. دست شما درد نکنه. به به. به موقع اومدی. مادر زن تو ست داره. والا نصرت جون بذار اول بار بخوره ما زنشو بگیریم، بعد اگر عمری به دنیا بود مادری زنده بود ما دستش هم ماچ میکنیم. مهم اینه که تو ست داره دادشی. شما چی شما یا؟ ولی شلوغ بودا. فیروز آه. منم شب اول وقت رفتم بسته بود وگرنه تا حالا گرفته بودم. پوریا پریا بیاین صبونه. بیاین دیگه. بیا بچین آروم. بیاین بچین. بیاین بچین. صبونه رو بخوریم. یه دقیقه صبر کن. صبر. چه خبرته؟ بخوریم دیگه. یه دقیقه صبر کن. اینا همش مال توه، نترس. یه دقیقه صبر کن. خدایا دست همه بنده هاتو بگیر تا خدایی نکرده دستشون از سفرهشون کوتاه نشه، بمونن تو آمپاس شدید. الهی آمین. بسم الله بفهمید. بسم الله بسم الله بفهمید. داداش بفهمید. شما دوتا صبونتون رو خوردین، من بیرون باید کار دارم. عمو
خیلی خسته بس وقت بذاری برای شستن. میخوام تمام کثیفی‌ها رو بکنی. مثلا اینجا این چتوای عروسی رو. خوب اگر تمیز بکنی منم سری میکنم میبرم تو پارک باد بودک بازی. باشه؟ آو فقط کار کن حرفای بابا مینا. زود تمومشه. سری ما رو بکنی بری باد بادک. اما خودش نکنه میخوای وصیت کنی. 13 سال پیش که آقا جون یه دفعه زمینگیر شد من 30 سالم بود. تو 24 سالت بود. تو هم تازه یه جوشای بلوغ نرم دور ور دماغت زد. تو میدونی جلسشون راجبه چیه؟ درباره قالی‌شوییه. تا حالا هر کاری از دستم برمی‌اومده مضایقه و دریغ نکردم. حالا اینکه مقبول افتاده یا نه دیگه نمیدونم. بمانه اگه دو سال پیش اینه میگفتی کتابی یا همین کاش مثلا داشتم یا بردم اینجا اینجا رو قیمت گذاری کرد. من شوهرت خاطر اینکه سال هفت روز رو بده مجبورم اینجا رو بفروشم. آقا جان راستش همون موقع که آقا جون بیمارستان بود من خیلی این در اون در زدم که یه وامی جور کنم که کارا رو بیفته رو روال بیفته رو غلطک. اصلا به خاطر همینه که وقتی نصرت میگه وام من تمام چهار ستون بدنم همینجوری قیقاج میره. ماشین داره میره پایین. اصلا در رو بل کنی چارچشی فقط اینو به پایین هرچی میگه شمسیر سر اینه با همتونه. شما برای چینجا واسدیم بریم تو ببینیم چه خبرته؟ برای چی اینقدر داد میزنی سر خانوادت؟ نه چرا داد میزنی؟ معتب بگو داداش. نه پس معتب بگه این همه یاد نگرفته با خانوادت چجوری باید حرف بزنه. خیلی خوب داداش امروز خوب بود خیلی خوش گذشت. شاید هم من بهترین خانواده دنیا رو دارم که به این خوش میگذره. بابا میگه زودتر دعای بچه ها رو قبول میکنی همه شون سالم و خوشحال باشن. برای همه چی ممنون خدا.